همه انسان ها فشار و عذاب قبر را تجربه خواهند کرد. این عذاب برای برخی از اشخاص کم و برای عده دیگر زیاد است. دین اسلام راه های مختلفی را برای کاهش فشار قبر ارائه کرده است. واقعا چگونه فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین منزلگاه و خانه انسان پس از مرگ و شروع راه برزخ قبر است که با عذاب و فشار قبر همراه می شود. همه انسان ها، چه مؤمن و چه کافر، ناگزیر به تحمل عذاب و فشار قبر هستند. اما میزان این عذاب به اعمال و کارهای انسان در دنیا بستگی دارد. چنانچه پیامبر در پایان نمازهایشان این جمله را می خواندند: خدایا پناه می برم به تو از عذاب قبر. بهار الانوار جلد 6 صفحه 205. البته در مورد واقعیت فشار قبر و کیفیت آن اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما احادیث و روایات بسیاری وجود فشار و عذاب قبر را پس از مرگ اثبات می کنند. چه راهکارهایی برای کاهش عذاب قبر وجود دارد؟ بر اساس احادیث ائمه معصوم علیهم السلام از ما بشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. دلایل فشار قبر در روایات. از دلایل فشار قبر میتوان به این موارد اشاره کرد: حق الناس، ربا، سخنچینی، ازدواج نکردن، غیبت، بی‌تفاوتی به پاکی یا پاک بودن، سبک گرفتن نماز، یاری نکردن مظلوم، ضایع نمودن نعمت‌های الهی، بد اخلاقی، دوری نکردن از نجاسات. اینها دلایل برای داشتن فشار قبر اشخاص است که از دل احادیث و روایات بیرون کشیده ایم. اما اعمالی که فشار و عذاب قبر را کم می کنند چیست؟ یکی نماز شب و استغفار. در روایت از امام رضا علیه السلام آمده است: خواندن نماز شب و 70 بار استغفار کردن در قنوت نماز وتر موجب ایمنی از عذاب قبر می شود. مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 331. یکی خواندن برخی از سوره های قرآن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سوره تبارک از عذاب قبر جلوگیری می کند. صحیح الجامع صفحه 3537. همچنین پیامبر فرمودند: هر کس در وقت خواب سوره تکاثر را بخواند از فشار قبر نگه داشته می شود و خداوند او را از شر نکیر و منکر کفایت می کند. بهار الانوار جلد 86 صفحه 282. حضرت علی علیه السلام فرمودند: کسی که سوره نساء را در هر جمعه قرائت کند از فشار قبر در امان می ماند. ثواب الاعمال صفحه 223. امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که مداومت بر خواندن سوره زخرف کند، خداوند او را از حیوانات و حشرات زمین در امان نگه می دارد و از فشار قبر ایمن می کند. ثواب الاعمال صفحه 113. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره نون و القلم را در نماز واجب یا مستحب بخواند، خداوند او را برای همیشه از فقر در امان می دارد و هنگامی که بمیرد او را در پناه خود از فشار قبر مسکون می دارد. بهار الانوار جلد 92 صفحه 316. همچنین امام صادق علیه السلام فرمودند: هر چیز قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است. کسی که آن را قرائت کند از فشار قبر ایمن خواهد بود. ثواب الاعمال صفحه 235. منصور ابن حازم میگوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم پاداش کسی که 4 بار حج به جا بیاورد چیست؟ ایشان فرمودند: ای منصور، کسی که 4 بار حج به جای آورد هرگز فشار قبر نبیند. کتاب من لا یحذره الفقیه جلد 2 صفحه 217. همچنین مرگ در اوقات خاص. امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسی که بین زوال شمس در روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بمیرد، خداوند او را از فشار قبر محافظت می کند. کتاب من لا یحذره الفقیه جلد اول صفحه 83. یکی زیارت امام حسین علیه السلام. در روایت است که یکی از پاداش هایی که خداوند به زائر قبر امام حسین علیه السلام می دهد این است که از عذاب و فشار قبر وی را نجات می دهد. بهار الانوار جلد 101 صفحه 18. یکی صدقه دادن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایت فرمود صدقه دادن مؤمن از او آفتهای دنیا و عذاب قبر و عذاب روز قیامت را برطرف می کند. بهار الانوار جلد 89 صفحه 336. یکی نماز بر میت. از پیامبر نقل شده که فرمودند هر مرده ای که گروهی از مسلمانان بر او نماز بخوانند به طوری که تعداد آنها به 100 نفر برسد و برای او طلب شفاعت کنند، خداوند طلب شفاعت آنها را میپذیرد. صحیح الجامع صفحه 5663. امام صادق علیه السلام فرمودند میت در فشار به سر میبرد، اما به خاطر نماز برادرش خداوند قبر او را وسعت میدهد. علل الشرایع جلد اول صفحه 360. و یکی اتمام رکوع و سجود. امام باقر علیه السلام فرمودند کسی که رکوع و سجده خود را تمام و کمال به جای آورد، وحشت قبر او را نمی گیرد. بهار الانوار جلد ششم صفحه 244.